سلام. با سلام و درود به شما و تشکر از این برنامه که ترتیب دادید و با سلام درود به شما یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما در هر جای دنیا که هست. خواستم ازتون خواهش کنم که این قضیه دعوتی که از طرف جناب آقای رخشان صورت گرفت در این چند روز اخیر رو برای بینندگان شما یه مقداری توضیح بدید لطفاً. مسئول خبرگزاری مهر تابنده که به عنوان خبرگزاری رسمی سلسله مطرح اسمش تماس گرفت، مسئولش، مدیر مسئولش جناب آقای مسعود رخشان و گفتش که نمایندگان اربعه اعلام آمادگی کردند که با شما گفتگو بکنند، برنامه پرسش و پاسخ متقابل بینتون برگزار بشه، اونا به سوالات شما جواب بدن و سوالاتی هم اونا از شما بکنن. این مطلب بین مسئولان این کمپین مطرح شد و مورد قبول قرار گرفت و به آقای رخشان ابلاغ شد و از جانب دیگه ما شاهدیم که اصل این مطلب در بعضی از پایگاه‌های خبری در اینستاگرام منتشر شد. این خبر اعلام شد، یعنی قطعیت داشت، یعنی شایعه نبود. فردای اون روز آقای رخشان تماس گرفتن و گفتند که آقایون نمایندگان اربعه برخلاف پیشنهادی که مورد قبولشون قرار گرفته بود که از طرف آقای رخشان مطرح شده بود و اعلام هم شده بود، منصرف شدن از این و کنار کشیدن. ما از این مسئله خیلی تعجب کردیم و از آقای رخشان خواستیم که پیگیری کنن که هر جوری که شده این برنامه برگزار بشه و ما به پرسش و پاسخ بشینیم در برابر چشم همه مردم، به خاطر اینکه سوالایی رو که مردم میفرستن برای ما به نظر این نمایندگان اربعه برسونیم. میشه که اینجا فقط از نظر اینه که یه مطلبی که مطرح شد این بود که یه پیش شرطهایی گذاشتن، یعنی وقتی که اینا خواستن قبول نکنن قضیه پیش شرط رو مطرح کردن. پرسش رو الان شما دارین از من سوال میکنین، من دارم به شما جواب میدم. این پرسش و پاسخ دیگه، پرسش و پاسخ که نیاز به پیش شرط و پس شرط و بهانه نداره که. اونا وقتی گفتن از ما حاضرن به سوالای ما به صورت دوستانه بشینیم با همدیگه دیالوگ کنیم، گفتگو کنیم، جواب بدن، ما هم استقبال کردیم. اما اونا پا واپس کشیدن و بعد بهانه آوردن، در واقع به قول معروف دبه کردن دیگه. این بهانه آوردنش بابانشون انقدر خوشحال بودم که بالاخره بعد از دو سال و نیم که ما التماس میکنیم از این آقایون، خواهش میکنیم با نهایت ادب و احترام، و اونا به هر دلیلی که این اصلا تعجبه، برای اینکه توی هیچ فرهنگی، توی هیچ مملکتی، توی هیچ گروهی، دسته‌ای اینطوری، یعنی این رسم نیست که یه کسی انقدر دیگران بخوان مورد خطا قرارش بدن، یعنی نهایت بی‌ادبی محسوب میشه که اصلا جواب داده نشه و این اصلا هیچ وقت رسم نبوده، به خصوص در یک در کادر فرهنگ عرفانی که خیلی این چیزای انسانی توش رعایت میشه. من اصلا تعجب میکنم چطور. ولی خب حالا وقتی که اونا نهایتا بعد از 2 سال خواهش و تمنا و نامه و نمیدونم درخواست و عجز و لابه و استدعا و التماس، وقتی که این مجدر رو ما شنیدیم که پذیرفتن بیان صحبت بکنن، خب من خیلی برام یک خوشحالی صورت گرفت که بالاخره این سوالای ما پاسخ داده میشه، بالاخره یه زوایای تاریک روشن میشه و اینا، و مجسم میکردم که چه سوالایی ما بکنیم، چه گفتگوهایی داشته باشیم که خب متاسفانه جا زدن و این مسئله صورت نگرفت. ولی بیاین مجسم کنیم که اگر که این گفتگو صورت میگرفت چه مسائلی رو شما طرح میکردیم، چون حتی اینم خوبه که من برای بینندگان عنوان بکنم، البته توی اطلاعیه ها گفته شد انقدر برگزار کنندگان کمپین علاقه داشتن که این گفتگو صورت بگیره که حتی پیشنهاد ما کردیم به آقای رخشان که اگر آقایون مایلن که مثلا دست جمعی بیان همشون، هر چند نفر که میخوان باشن، آقایون نمایندگان اربعه افتخاری به اضافه آقای دکتر مصور علی، به اضافه هر چند نیروی کمکی که میخوان برای خودشون بیارن که کمک بکنن توی بحث و گفتگو، براشون وکیل بیارن، وزیر بیارن، هر کی رو میخوان بیارن، مسئله نداره. ما از جانب ما فقط یک نفر، فقط آقای دکتر آزمایش میان که در مقابل اون تعداد افرادی که اونا میخوان، ایشون به تنهایی میان. حتی تا این حد ما حاضر شدیم که کوتاه بیایم و تعامل نشون بدیم که بازم نپذیرفتن. ولی همین میخواستم که ببینم که اگر که مثلا حضور پیدا میکردن، بیایم ما مجسم بکنیم که اون سوالاتی که مطرح میشد چیا بود. یعنی من خودم یه مقداری سوالایی داشتم که میخواستم که مثلا اونا عنوان بشه. شما چه سوالایی رو میکردین؟ چه چیزایی رو میگفتین؟ به کلیت اون جمع یا به یک اونا؟ ببینید سوالا مسلما به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش از سوالها، سوالهای از کل اون جمع اون گروهه، و یک سوالهایی هست که از یکایک افراد بر حسب تخصصشون مطرح میخواستم بکنم. یعنی مثلا من میخواستم از اون جمع این سوال رو مطرح بکنم که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده به عنوان یک شخص فقیه و دانشمند و حقوقدان که از صحت و سلامتی کامل قوای عقلی و دماغی برخوردار بودن، چه نیازی به نماینده داشتن؟ شاید اونا اگر که نبودن میگفتن که نه، ما نماینده شدیم که بخوایم بریم در رابطه با مسائلی که پیش آمده بود با مقامات گفتگو کنیم. یعنی نمایندگی ما در واقع در حد این بود که بخوایم این مسائلی که پیش آمده بود و حل و فصل بکنیم. چون خود ایشون که نمیتونستن برن با این مقام، با اون شخص، با اون فرد گفتگو کنن برای آزادی زندانیانی که گرفته شده بودن، زندانیان درویش، برای مثلا اینی که حسینیه ها گرفته شده بود، برای تمام این مسائلی که پیش آمده بود ما نماینده هایی بودیم برای گفتگو. یعنی من دارم مثلا از جانب اونا میخوام چیز کنم. اینو چی میگین؟ ببینید دوستان عزیز، جناب آقای دکتر نورعلی تابنده ایشون قطب طریقت عرفانی هستند. یعنی معنی قطبیت یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای با ایشون بیعت میکنن، بیعت ولوی میکنن، یعنی ایشون رو به عنوان ولی وقت قبول دارن. پس وقتی یه شخصی با آقای دکتر نورعلی تابنده بیعت ولوی میکنه، میگه ایشون مجذوب علیشاه هستن، نیاز داره که با ایشون ارتباط داشته باشه، یعنی در محضرشون شرکت کنه، از بیاناتشون بهره‌مند بشه، از فرمایشاتشون استفاده بکنه، از راهنمایی‌هاشون در قلب خودش احساس وجد و شعف و نورانیت و اهتزاز بکنه. وقتی که ما مشاهده میکنیم که مردم میان با آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه بیعت میکنن، ولی محروم میشن از استماع فرمایشات و هدایت‌های ایشون و برعکس باید بشینند پای منبر یه فرد دیگری و صحبت‌های اون شخص رو گوش بدن. مگه مردم اومدن با اون شخص بیعت کردن؟ با اون شخص بیعت نکردن. مگر جزو اون نمایندگی که ایشون گفتن، این گروه گفتن ما نماینده هستیم و میخوایم با مقامات صحبت کنیم، سخنرانی و منبر رفتن به جای آقای دکتر نورعلی تابنده قید شده بوده؟ نشده بوده. بحث بر سر اینه که من میخوام مرید آقای دکتر نورعلی تابنده باشم، نه به عنوان ارادت دکتر نورعلی تابنده مجبور بشم که پای صحبت دیگری بشینم که نظریاتش کاملا با افکار من متفاوت و مخالفه. این نکته بود که من میخواستم از جمع سوال بکنم و مطالبی هم بود که یکایک از اون آقا ممکنه که بگن که خب همون اون قطبی که شما بهشون ارادت می‌ورزین به من اجازه صحبت دادن و این صحبتایی که من دارم میکنم با اجازه ایشونه. اینو شما چی میگید؟ اینکه حضرت آقای مجذوب علیشاه، جناب آقای دکتر نورعلی تابنده اجازه صحبت به اشخاصی داده باشن احتمالش هست، اما اجازه صحبت به دیگران دادن رافع حق خودشون از صحبت کردن نمیشه. از اول اسفند 1396 تا سوم دی 1398 ما میتونیم چند بازه زمانی رو مشاهده بکنیم. اولین بازه زمانی دورانی بود که به کلی همه ملاقات ها از طرف علاقمندان و کسانی که برای دیدار حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه از نقاط مختلف ایران می اومدن قطع شد. دیگه کسی اجازه ورود به دولتسرا رو و زیارت ایشون رو نداشت که در یک فایل صوتی تصویری که ایشون نشستن روی تاب دارن به اون شخصی که کنارشونه یادآوری میکنن که اون اشخاصی رو که من اجازه میدم که برای دیدن من بیان، خوب این مقامات اجازه بدن که اونا حتی یه دفعه بیان اقلا من ببینم ایشون. اجازه بدن اونایی رو که من اجازه میدم چه شما یه بار بیان دارم برای یه دفعه یعنی به کل همه دیدارها و گفتارها و شنیدارها قطع شد. آخه امیدمون به اینه که انشالله به زودی این مسئله کلا رفع بشه. این یک بازه زمانی بعدی موقعیه که ظاهراً این میزان محدودیت کاهش پیدا میکنه و اشخاص میتونن برن منزل و ایشون رو زیارت بکنن، ولی محروم از امکان شنیدن صدای رسای ایشون از طریق میکروفون و بلندگو و سیستم‌های پخش صوت. این هم یه بازه زمانی. بعد از این یه بازه دیگه شروع میشه که بلندگوها و دستگاه‌ها درست کار میکنه ولی ایشون به خواب میرن، میان صحبت و خود ایشون هم تعجب میکنن میگن من که با شما قرار دارم نمیدونم چرا درست همون موقع که میخوام بیام یهو خوابم میره، در حالی که قبلش خیلی هم سرحال بودم. و بعد چرا وقتی من میام میشینم صحبت بکنم یهو اختیار از دست خودم در میره و به حالت خواب میفتم، من نمیدونم چی من میخورم چی به من میدن. این فرمایشاتی که از ایشون وجود داره، اینم یه بازه دیگه. ولی همون موقعی که ما ارادتمندان ایشون از استماع فرمایش‌های ایشون محروم بودیم به علت سیستم بد پخش صوت، به علت حال ایشون که به این ترتیب بود و غیره، ما مشاهده میکنیم که یه دفعه مثلا جناب آقای حسین علی کاشانی در حالی که یه فرمانی از طرف حاجقا محمد تابنده در دستشونه بلند میشن میرن به حسینیه کرمان و اونجا میشینن و با صدای قرا شروع میکنن به سخنرانی کردن و با بهترین سیستم صوتی و تصویری از ایشون صدا برداری و تصویر برداری میشه و بعدم رو سایت خود ایشون و جای دیگه منتشر میشه. این قطب سلسله مگه حضرت آقای تابنده نبودن؟ مگه ما با ایشون بیعت نکردیم؟ چه عاملی باعث شد که ما محروم از درک فرمایشات ایشون بشیم در حالی که دستگاه صوتی و تصویری جاهای دیگه به خوبی داشت کار میکرد؟ این فقیر که شرعاً و قانوناً تولیت حسینیه فقرای این سلسله را در کرمان به عهده دارند، با کسب اجازه ما در یک دوره زمانی خاصی محروم شدیم از فرمایشات آقای. میگن که حکومت بود که رفع کرد این امکان صحبت رو از ایشون. خب همین ما اینجا این سوالی که از تک تک این افراد من میخواستم بکنم این بود که توضیح بدن که اگر اینها بیان کننده نظریات حکومت بودن و میگفتن که به دستور حکومت بلندگوهای جناب بله، یعنی دقیقاً یعنی اینجا اون سوالی که مطرحه اینه که خیلی چیزایی که حکومت میخواست فقنه بکنه به عنوان خواسته حضرت آقا القا میشد. این یعنی مثلا